آیت الله علی خامنه ای حاکمان عربستان را به خیانت متهم کرد و از مسلمانان خواست که فکری به حال مدیریت حرمین شریفین و حج بکنند. آیت الله خامنه ای امروز دوشنبه در پیامی به مناسبت آغاز مراسم حج، حکومت عربستان سعودی را برای کشته شدن هزاران زائر در مراسم حج گذشته به سوی مدیریت متهم کرد. عربستان سعودی زائران را در حادثه منا مقصر خوانده و میگوید سرپیچی از دستورالعمل‌ها موجب ازدحام بیش از حد و مرگ زائران در زیر دست و پا شد. آقای خامنه‌ای گفت عربستان سعودی راه سفر حج را به روی ایرانیان بسته، اما در دستگاه‌های تبلیغاتی و اطلاع رسانی خود تلاش می‌کند ایران را مقصر نشان دهد. در حادثه منا نزدیک به 500 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. مرگ این زائران سبب شد تا روابط پرتنش ایران و عربستان تیره تر شود. برای بحث بیشتر همکارم آرش سیگارچی در استودیو با ماست. خب آرش، چه شده که آقای خامنه‌ای پیام داده یا اصلا سابقه داشته که همچین پیام تندی آقای خامنه‌ای برای عربستان؟ پریسا، نکته‌ای که هست، یک سنت شده در سال‌های گذشته آقای خامنه‌ای پیام میداده برای حج و سنتی است که از دوره آیت الله خمینی بر جای گذاشته شد، اما برخی گمان میکردن که امسال پیام داده نشه به این خاطر که امسال عملا حجاج ایرانی اجازه حضور در مراسم حج رو نداشتن. میدونیم که مذاکرات بین دو کشور برگزار شد تا دو سه ماه پیش، اما به نتیجه نرسید و منتفی شد. اما خب با این حال آقای خامنه‌ای پیام به مناسبت حج رو فرستاد، اما مسئله اینه که در مکه و مدینه به سری رهبری که معمولا کار انتشار و بازنشر پیام آقای خامنه‌ای و رسوندنش به حجاج دیگر کشورها رو بر عهده داشت تعطیل هست. عملا به نظر میرسه که یک اقدامی برای سیاسی باشه و بیشتر برای جنبه داخلی باشه. خب آیا نکته جدیدی در این پیام مطرح شده؟ فرجستان، چند نکته آقای خامنه‌ای تو پیامش بهش اشاره کرده که شاید بشه گفت در واقع یا ادامه دهنده سیاست قبلیش یا نکاتی درش داره. تو مسئله حج آقای خامنه‌ای اشاره کرد که عربستان سعودی راه سفر حج بر ایرانیان رو بسته و الان دستگاه تبلیغاتی و اطلاع رسانی خودش رو داره اینجوری در واقع اعلام میکنن که ایران در واقع باعث شد که حجاجش نرن به عربستان. واقعیت اینه که این مذاکرات بین دو کشور تا سه ماه پیش برگزار شد. طرفین انتظاراتی داشتن. طرف عربستانی میگه برای جلوگیری از حوادثی مثل حادثه منا باید ایرانی‌ها به حجاج ایرانی در واقع اون تجمع‌هایی که یک دفعه برگزار می‌کنن رو لغو کنن. ازشون خواسته بودن که مراسم دعا و اینها رو باید به حداقل برسونن در جاهای از پیش تعیین شده باشه و در این حال یه سری تجهیزات برای ایرانی‌ها محدود کرده بودن. همین باعث شده بود که طرف ایرانی نپذیره. برخی میگن که خب به هر حال به سری رهبری میخواست اختیارات بیشتری داشته باشه. همه این اختلافات باعث شد که اینها نکنن این کارو و توافق حاصل نشه. از طرف دیگه آقای خامنه‌ای توی صحبتاش متهم کرده حاکمان عربستان رو به بی‌کفایتی و خب یه جوری سعی کرده نشون بده که تو ماجرای حج داره این انتقاد رو مطرح میکنه و نه به سایر امور. اما در کنار این مسئله تو پیام آقای خامنه‌ای میبینیم که اشاره کرده به سیاست‌های کلی عربستان. به طور مشخص اگر من بخوام مثال بزنم به بحث عادی‌سازی یا رابطه اسرائیل و عربستان سعودی است. آقای خامنه‌ای گفته که عملاً به گفته ایشون، البته اسرائیل رو نمیگه، اسرائیل گفته ارتباط و علنی کردن رابطه با رژیم صهیونیستی به تعبیر ایشون خنجر زدن به پشت ملت اسلامیه. تشکر میکنم همکارم آرش سیگارچی. در همین زمینه منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل از کالج بنینگتون در نیویورک با ما هستند. آقای فرهنگ درود بر شما. آقای فرهنگ، ارتباط دادن مسئله منا با راه نیافتن ایرانیان به مراسم حج در حالی که دو مسئله کاملا جدا هستند، به نظر شما چه مشکلی رو میتونه در روابط ایران و عربستان حل کنه؟ هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. در واقع این تشدید تقابلی است که بین ایران و عربستان سعودی از زمان انقلاب ایران به وجود اومد و نکته اساسی که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که این اختلاف ارتباطی به منافع ملی مردم ایران و مردم عربستان سعودی، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت دو جامعه نداره، بلکه این تضاد و رقابت و بلند پروازی بین دو رژیمه و مسئول اصلی این تقابل اگر به آغاز مسئله برگردیم ایران بود.
یعنی این آقای خمینی بود که مشروعیت رژیم عربستان سعودی رو مورد سوال قرار داد و برای اولین بار بعد از انقلاب وقتی ایرانیان برای حج به مکه رفتن تظاهراتی در اونجا کردن که آغاز این تضاد و استکاک بود. در زمان آقای رفسنجانی تلاشی شد که روابط به طرف عادی شدن پیش بره و تا حدودی هم موفقیت های در این راه کسب شد، ولی بعد از رفتن رفسنجانی و اومدن احمدی نژاد و خصوصا بعد از اینکه عراق نفوذ ایران در عراق گسترش پیدا کرد، این تقابل افزایش پیدا کرد تا این درجه ای که امروز به مرحله خطرناکی رسید. آقای فرهنگ، عربستان شرایطی برای شرکت زائران ایرانی در مراسم تعیین کرده که خب مورد موافقت مسئولان ایرانی قرار نگرفته. به نظر شما آیا شرایط عربستان غیر منطقی بوده؟ شرایط عربستان مربوط به برنامه های ایران در حج. از آغاز انقلاب ایران میخواست مسئله حج رو سیاسی بکنه و این سیاسی بودن یعنی تقابل بین شیعه و سنی و مورد سوال قرار دادن مشروعیت عربستان سعودی در نگهداری از به اصطلاح این مکانهایی که برای مسلمان‌ها اهمیت معنوی دارن، این در واقع مسئولیت ایران بود. برای اینکه عربستان سعودی این شرایط رو برای هیچ کشور دیگری نمیگذاره، برای اینکه اون کشورهای دیگه هدفشون فقط رفتن به حج، در حالی که در رابطه با ایران رفتن به حج یک اقدام سیاسی است برای به چالش درآوردن عربستان سعودی و مشروعیتش. آقای فرهنگ، رقابت ایران و عربستان خب روز به روز حالت خصمانه تری پیدا میکنه. چطور میشه از بدتر شدن این وضعیت جلوگیری کرد؟ تنها راهش اینه که اگر در رژیم دو طرف توجه بکنن به منافع ملی طرفین، یکی سوریه است، یکی عراقه، یکی یمنه، که ایران و عربستان سعودی آلودگی بسیار وسیعی در این جنگ‌های داخلی دارن و فجایع عظیمی که در اونجا ایجاد. مثلا ایران از عربستان سعودی انتقاد میکنه که نسبت به بعضی از مسلمان‌ها رفتار ناشایستی داشته، خطرناکی داشته، یا به هر حال از جهت حقوق بشر مورد سوالش قرار بده، اما در حالی که در سوریه این جنایات عظیمی که دولت سوریه کرده، یعنی استفاده از بمب شیمیایی و کشتن بیش از 400 هزار نفر در اون کشور و آواره شدن نزدیک به 11 میلیون انسان در اونجا، برای ایران قابل قبوله، اون رو دفاع میکنه. بنابراین این دو کشور این توجه رو باید داشته باشن که اگر استکاک نظامی بین این دو کشور ایجاد بشه، به طور اجتناب ناپذیر تبدیل به جنگ بین المللی خواهد شد که طرفین فقط به فقط میتونن بازنده این جنگ باشن. تشکر میکنم. منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل کالج بنینگتون از نیویورک، تشکر میکنم.